همراه میشیم با نعیمه دوستدار روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مال مخالمه دوستدار بیشتر درباره این خبر و برخوردهای امنیتی با اعتراض‌های بیسابقه پرستاران توضیح بده لطفاً برامون خب از زمانی که اعتصابات گسترده پرستاران در حدود پنجاه شهر کشور آغاز شد که اقل همه اونها به وضعیت نامناسب معیشتی خودشون و پرداخت نشدن معوقات شغلی خودشون اعتراض داشتن و خواهان در واقع بهبود وضعیت خودشون بودند، ما بیش از اون که واکنش رسمی در حمایت از مطالبات پرستاران ببینیم یعنی مقامات مسئول به طور روشن و مشخص با نماینده ها دیدار بکنن و یا این مطالبات رو در واقع به میز مذاکره ببرن شاهد این بودیم که برخورد های امنیتی از سوی استانداری ها و یا نیروی انتظامی با این اعتصاب کنندگان صورت گرفته و تعدادی از اون افراد بازداشت شدن حالا هم باز به در واقع پیش از اون که هیچ گونه مذاکره ای با پرستاران صورت بگیره و یا به نحوی وضعیت اونها بهبود پیدا راكون خبر میشنویم که دستکم دو پرستار الان وضعیتشون نامشخص هست و بر اساس اخبار و اطلاعاتی که وجود داره احتمال میره که این افراد بازداشت شده باشن این در واقع یک رویکردی است که معمولا در برخورد جمهوری اسلامی با اسناف و گروه های مختلف معترض وجود داره یعنی به جای اینکه گوش شنوایی برای اعتراضات باشن تبدیل میکنن این اعتراضات رو به مسائل امنیتی و پی بیش از هر چیزی دست به سرکوب فعالان اون حالا جنبش اعتراضی یا فعالیت سنفی میزنند که خب فکر میکنم که الان وضعیتی که ما شاهدش هستیم در مورد پرستاران هم کمابیش به همون سمت رفته خب دولت پزشکیان میبینیم که وعده داده موقت و مطالبات پرستاران در هفته آینده پرداخت میکنه چقدر این اقدام در کوتاه مدت میتونه به مطالبات اساسی و البته وضع معیشتی پرستاران بویژه با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور پاسخ بده آیا ما باید منتظر ادامه اعتراض پرستاران دیگه باشیم دو نکته در این میان وجود داره یکی این که اساسا اعتراضات و اعتصابات پرستاران مح... فقط <applause> پرداخت نشدن معوقاتشون نمیشه یعنی خب گرچه که این اولین و بدیهی ترین حق اونهاست که مطالبات قبلیشون معوقاتشون پرداخت بشه اما مسئله پرستاران محدود به این نیست این چیزی که به عنوان معوق وجود داره اساسا رقمش و میزانش مورد تایید پرستاران نیست مطالبه پرستاران این هست که تغییرات اساسی در وضعیت پرداختی اونها صورت بگیره یک نوع تعرفه گذاری مناسب صورت بگیره تعرفه ها واقعی بشن با مسئله در واقع معیشتی پرستاران سازگار بشن این چیزیست که توی این بعدها ما نمیبینیم فقط تنها چیزی که بهش اشاره شده پرداخت موقعات هست با در نظر گرفتن اینکه این رقم بسیار بالاست 7500 میلیارد تومان هزینه در واقع برآورد شده که مطالبات پرستاران هست و خب ما یک با یه دولت ورشکسته ای که در در واقع برای تامین بسیاری از نیازهای اولیه خودش تامین مخارج اولیه خودش درمانده هست رو به رو هستیم و الان هم میدونیم که پزشکیان برای اینکه این مبلغ پرداخت پرداخت بشه درخواست کرده که از صندوق توسعه ملی برداشت بشه برای پرداخت این وضعیت در واقع این مطالبات خود از صندوق توسعه ملی هم خب به حال میدونیم الان درخواست کرده پزشکیان که 20 درصد در واقع از اون درآمدهای نفتی و گازی کمتر بشه یعنی تعلق بگیره به دولت یعنی نشون میده که وضعیت دولت در از لحاظ اقتصادی بسیار شکننده و نامناسب هست که دو طوری که میخواد در واقع از درآمد توسعه ملی رو به خودش اختصاص بده به همین دلیل من فکر میکنم صرف پرداخت این معوقات نمیتونه خواسته های پرستاران رو محقق بکنه و احتمالا اگر اون خواسته های اساسی تر تامین نشه اعتراضات پرستاران و اعتراضاتشون ادامه پیدا خواهد کرد ممنونم از توضیحات شما نعیمه دوستا روزنامهنگار و فعال حقوق زنان از مالمو ما.